بینندگان عزیز، برنامه را با دو خبر کوتاه ادامه می دهیم. روز گذشته حرم مطهر امام حسین علیه السلام با تشریح آمادگی های خود برای برگزاری زیارت عاشورا در دهه محرم خاطر نشان کرد. اقداماتی برای کاهش گرمای هوا برای زائران و تسهیل تردد آنان انجام شده است. جمال الدین شهرستانی، مسئول هماهنگی رسانه‌ای دبیرخانه کل حرم حسینی، در بیانیه اظهار داشت این عملیات شامل پوشاندن خیابان‌های مجاور حرم حسینی با پارچه عایق حرارت مانند خیابان شهدا، خیابان قبله، بین الحرمین شریفین و خیابان صدر، و همچنین استقبال از زائران با پمپ آب و آب پاش برای خنک کردن جو و کاهش گرما در نظر گرفته شده است. از دیگر خدمات می توان به وجود ناوگان اتوبوس و خودرو برای تسهیل در رفت آمد زائران و آماده سازی مساجد و خیابان‌های اطراف حرم برای استراحت زائران نام برد. سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از ادامه نقض حقوق زنان توسط طالبان در افغانستان، از این گروه خواسته است که به شکنجه و آزار جنسی زنان پایان دهد. این سازمان روز شنبه 23 تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که طالبان مرتکب نقض حقوق زنان از جمله قتل، مجازات بدنی و بازداشت خودسرانه شدند. این در حالی است که چهارشنبه گذشته هم عفو بین الملل در واکنش به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در برابر شهروندان افغانستان گفته بود که این گروه باید به نقض فاحش حقوق بشر در کشور پایان دهد.